خدمت همه بچه های عزیزم در سرتاسر ایران، بچه های عزیز کلاسنتی. ارسلان رحمانی هستم، مدرس و مؤلف درس فیزیک. با افتخار در خدمتتون هستم برای شروع کلاس های کنکور 1400 در درس فیزیک. امروز میخوایم ببینیم برای اینکه بتونیم در درس فیزیک توی کنکور موفق بشیم چه رویکردی رو در خوندن فیزیک باید در پیش بگیریم. دقت کنید به اینکه شما باید یک تغییر و استراتژی جدید برای خوندن مطالب داشته باشید. برای اینکه متوجه منظور من بشید، من امروز از فیزیک 11 یه سری مسئله براتون حل میکنم. البته میدونم که همه شماها به دلیل این شرایط کرونایی که توی کشور به وجود اومده احتمالاً فصل‌های آخر فیزیک 11 رو خوب و درست و درمون یاد نگرفتید. اصلا نگران اون نباشید، برای اونم برنامه ویژه‌ای داریم، به موقعش اونم کامل و با قدرت مرور میکنیم تا بتونید یه نتیجه عالی بگیرید. اما برای اینکه کامل متوجه بشید منظور از تغییر رویکرد در مطالعه درس فیزیک چیه، من از فصل اول فیزیک 11 از قانون کولون براتون یه سری تست و سوال حل میکنم که همه متوجه بشید منظور از تغییر رویکرد چیه. لطفاً جزوه‌ای که در پلتفرمتون قرار دادن در صفحتون دانلود کرده باشید، این جزوه امروز ماست. یه سری تست های کنکوره که قراره با هم بررسی بکنیم. در کنارش چند بک کاغذ هم داشته باشید که سوال هایی رو که میگم بهش اضافه کنید. خب میریم سراغ یه تست از فیزیک، یه تست ساده از قانون کولون. سوالو میگم با هم حلش میکنیم، بعد ازش یه نتیجه میگیریم. بریم سراغ سوال. میگیم که 2 کره رسانای مشابه دارای بار 40 میکروکولون و 22 میکروکولون را به هم تماس داده و در فاصله 30 سانتی متری از هم قرار می دهیم. نیروی الکتریکی بین آنها چند نیوتن می شود؟ گزینه 1 44.1، گزینه 2 96.1، گزینه 3 48.2، گزینه 4 98.2. خب بسیار عالی بچه ها، حواستاتون رو جمع کنید، گوش کنید به چیزی که من میگم، گوش کنید قشنگ. اول اگه من 2 کرم رو به هم تماس بدم، 40 و 22 میکروکولون، کل بار من میشه 62 میکروکولون. و طبیعتا وقتی اینا رو دارم به هم تماس میدم، این بار 62 میکروکولون بین اینا به شکل مساوی تقسیم میشه، یعنی به هر کدوم از اینها 31 میکروکولون بار میرسه. خب اگه من بخوام اینو از روی قانون کولون حل کنم، رابطه قانون کولون به این شکل بود: F برابر است با K Q1 Q2 به روی R2. عدد K 9 در 10 به توان 9، Q1 31 در 10 به توان منفی 6، Q2 هم 31 در 10 به توان منفی 6، فاصله 30 سانتی متر، 30 در 10 به توان منفی 2 به توان 2. اما دیگه هیچ وقت این کار رو انجام نمیدید. قشنگ به این چیزی که میگم دقت کنید.
من اول به گزینه هام نگاه میکنم. ارقام گزینه های من متفاوته بچه ها. یعنی چی این جمله؟ یعنی آقا الان گزینه یک من 4 و 4 و 1 داره، گزینه دو من 9 و 6 و 1، گزینه 3 4 8 2، گزینه 4 9 8 و 2. یعنی این سه تا رقم گزینه که 4 و 4 و 1 تو هیچ گزینه دیگه تکرار نشده. خب این چه اهمیتی داره برای من؟ وقتی که ارقام گزینه هاتون با هم متفاوتن، موقع عدد گذاری از تمام صفر، ممیز و تبدیل واحد ها صرف نظر می کنید. یعنی وقتی می خوام عدد رو بذارم، از عدد کا فقط 9ش رو میذارم، از دوتا بار من فقط 31 ها رو قرار میدم، از فاصله فقط 3 رو قرار میدم. 3 به توان 2 9، 9 با 9 ساده میشه، 31 در 31 بچه ها میشه 961. گزینه درسته که ارقامش 9 6 و 1 باشه طبیعتا میشه گزینه 2. پس اولین پوینتی که باید یاد گرفته باشید اینه. وقتی با تست های کنکور مواجه میشید، اینها تستن، گزینه دارن. اولین مرحله اینه که ارقام گزینه ها رو چک میکنم. آیا ارقام گزینه های من متفاوته یا یکیه؟ اگر ارقام گزینه های من متفاوت است، از تبدیل واحد، صفر و ممیز صرف نظر میکنم. این جمله اول. جمله دوم، همین الان عادت زشت استفاده از ماشین حساب رو باید ترک کنید بچه ها. سر جلسه کنکور خبری از ماشین حساب و موبایل و اینا نیست. یعنی باید یاد بگیرید محاسبات رو دستی انجام بدین. من چجوری سریع این 31 در 31 رو نوشتم 961؟ قشنگ دقت کنید. یه عدد رو که انشالله خودتون بلدید مثال بزنم من. مثلا 13 به توان 2. بچه ها 13 به توان 2 169. حالا فرض کنیم که اینو حفظ نیستیم و میخواییم اینو حساب بکنیم. شما برای محاسبه این اعداد، اعداد دو رقمی به توان دو، مثل اتحادهای ریاضی رو باز میکنید. بچه آی به اضافه بی به توان دو میشه A2 به اضافه 2AB به اضافه B2. الان عدد آی من 1، عدد بی من هم 3 توی 13، A2 من میشه 1 2AB میشه 6، 2 در 3 در 1، B2 میشه 9، میشه 169. اما عددی که توی سوال داشتیم و استفاده کردیم چی بود؟ 31 به توان 2 بود. الان 31 به توان 2 رو میخوام حساب کنم. 3 به توان 2 یعنی A2 میشه 9، 2AB دوباره میشه 6، B2 میشه 1، میشه 961. بچه لطفاً سر کلاس مواقعی که میگم چیزی ننویسید و ذهنی حساب کنید، هیچ کس از خودکار و قلم هم استفاده نکنه. الان بدون اینکه از خودکار یا قلم استفاده کنید، خودتون اینو حساب کنید برای من سری. 21 به توان 2. بودو ببینم تو کامنت ها بگید ببینم چند میشه. بله، 2 به توان 2 4، 2AB 4، B2 هم 1 441. فقط دقت بکنید بچه ها، بعضی از مواقع ممکنه یکی از اعداد شما دو رقمی به دست بیاد. اینم من بگم که بعد تو حل سوالا به گیر و گور نخوریم. مثلا 23 به توان 2 رو بگید ببینم. 2 به توان 2 4، 2AB 12، B2 9.
خب این 9ش میمونه، اگه یکی از این عدد شد دو رقمی این 2ش میمونه، یکش میاد به 4 اضافه میشه، میشه 5، میشه 529. حله؟ هستی؟ فهمیدی؟ آره؟ پس آقا پوینت هایی که الان از حل سوال اول باید فهمیده باشید اینه: یک، از این به بعد وقتی با تست مواجه میشم گزینه ها رو چک میکنم، اگر ارقام گزینه ها متفاوت بود از صفر ممیز و تبدیل واحد صرف نظر میکنم. پوینت دوم، باید عادت کنم یاد بگیرم محاسبات رو خودم دستی حساب کنم. سر جلسه کنکور خبری از ماشین حساب نیست، من باید چشمی بتونم عددها رو خودم حساب کنم تا در زمان یک تست فیزیک، زمان یک تست فیزیک بچه ها 73 ثانیه است، بتونم توی این زمان جواب سوال رو بدم. خب حالا کیارش میگه اگه دو تا رقم دو رقمی شد چی؟ فرق نمیکنه کیارش. ببین اینجا بنویسم که بفهمی. اینم اگه دو تا عدد دو رقمی شد، مثلا 43 به توان 2، اولیش میشه 16، وسطیش میشه 24، بعدیش میشه 9. این 9ش میمونه، این 4 میمونه، 2 میاد روی این میشه 18، میشه 1849. این هم جواب سوال کیارش. خب بله، حالا بریم بچه ها یه تست با هم نگاه کنیم. توی جزوه تستی که بهتون دادن، تست شماره 1 رو نگاه کنید بچه ها. تست شماره 1 مال کنکور ریاضی 94. اول آقا اصلا قبل از این که گزینه رو بخواید، قبل از که تست رو بخواید بخونید، گزینه ها رو نگاه کنید، به من بگید ببینم ارقام گزینه ها متفاوته یا فرق میکنه. یعنی الان این سواله رو بدون تبدیل واحد میتونم حل کنم یا نه؟ گزینه ها رو نگاه کنید. گزینه؟ بله، ارقامش متفاوته، پس نیاز به تبدیل واحد و اینا نداره. میگه دو تا گلوله فلزی داره بار الکتریکیان، فاصله شون از هم 30 سانتی متره، نیروی جاذبه بینشون بوده 4. حالا میگه اگه تماس بدیم بار میشه 3. میگه بار اولیه چقدر بوده؟ خب من رابطه قانون کولان رو مینویسم، F K Q1 Q2 بری R2، از F فقط 4شو میذارم، از K فقط 9شو میذارم، Q1 در Q2 تقسیم بره، فاصله هم که سی سه به توان دو، نو نه با نه ساده، کیو یک در کیو دو باید بشه 4 حاصل ضربش. حالا میام سراغ گزینه ها. گزینه درسته که حاصل ضرب دو رقمش به عدد 4 خط بشه، مثلا الان این 6 ضرب در 12 میشه 72، 4 نشد، یا این 3 ضرب در 9 میشه 27، 4 نشد، 8 ضرب در 2 میشه 16، اینم نیست، اما 4 ضرب در 10 میشه 40، صفرش مهم نیست، پاسخ میشه گزینه 2. فهمیدن همه؟ یه اوکی بدین ببینم تو کامنت ها که بفهمم فهمیدین. بریم سراغ مطلب بعدی. بازم میگم ضرب کردن و اوکی بدیم ببینم. بله مرسی مرسی. خب اما پس آقا تا اینجا داستانمون این شد، گزینه ها رو چک میکنم، مادامی که ارقام متفاوت باشه
تبدیل واحد و صفر و ممیز در نظر نمیگیرم. مطلب دو، باید عادت کنم محاسبات رو دستی خودم انجام بدم. اما حالا که این دوتا رو گفتیم، میخوام یه سوال دیگه ازتون بپرسم و بعد بریم یه سری مثال حل کنیم. خیلی از وقتا بچه ها میپرسن از ما آقا سوال کنکور از کتاب درسی هست یا نیست؟ سوال های کنکور از کتاب درسی هست یا نیست؟ میخوام بگم جواب این هم آره است هم نه. خب برای اینکه بفهمید یعنی چی هم جواب آره است هم نه، من اول یه نمونه سوال مال کتاب درسی که حتما همتونم تو مدرسه حل کردید حل میکنم براتون، بعد با هم میریم سراغ تست کنکورش ببینیم وقتی اینو تو کنکور میخواد بده به چه شکلی سوال میده. بعد از اینکه سوال کنکورش رو حل کردیم اون وقت متوجه میشید این جوابی که میگم آقا سوالهای کنکور هم ماره کتاب درسی هست و هم نیست یعنی چی. سوالی که میخوام براتون حل کنم که قطع به یقین همتون توی مدرسه هم اینو خوندین، سوالیه که دو تا بار الکتریکی به شما میداد Q1 و Q2، میخواستیم ببینیم میدان برایندشون کجا صفر میشه، یا برایند نیروهای وارد بر یه بار سوم کجا صفر میشه. برای تعیین این دو وضعیت بود، اگه دوبارمون هم نام بود نقطه ما میافتاد بین دوبار، و اگه دوبار ناهم نام بودن نقطه ما میافتاد خارج از دوبار، همیشه هم نزدیک به بار کوچیکتر. حتما برای همتون اینو سوال حل کردن توی مدرسه. برای تعیین محلش هم میگفتیم اگه میدان برایند بخواد بشه صفر، باید E1 و E2 همدیگه رو خنسا کنن، K Q1 به R1 2 برابر میشد با K Q2 به R2 2. این قطع به یقین هم توی مدرسه داشتینش هم توی سوال کتاب درسی دیدینش. حالا بریم ازش یه سوال حل کنیم. فرض کنید بچه ها یه بار اینجا به ما داده Q1 مثبت 1 میکروکولون، Q2 مثبت 9 میکروکولون، فاصله بینشون 24 سانتی متر. میخوام ببینم میدان برایند کجا صفر میشه. خب اولا به دلیل اینکه دوبار با همدیگه هم نامن، من نقطه رو باید بینشون بگیرم نزدیک به بار کوچیکتر، مثلا اینجا. اسم این فاصله x، اسم این فاصله 24 منهای x. خب میگم آقا اگه قرار میدان برایند بشه صفر، E1 و E2 باید برابر بشن، K Q1 به R1 2 باید بشه K Q2 به R2 2. کا با کا ساده، عدد Q1 من 1، فاصله R1 X، عدد Q2 9، فاصلهش 24 منهای X به توان 2. از دو طرف جذر میگیرم، 1 به X، 3 به 24 منهای X، طرف وسطه میکنیم بچه ها، 3x برابر میشه با 24 منهای x، x که بیاد این ور 4x میشه 24، x به دست میاد 6 سانتی متر. فقط حواستون باشه این 6 فاصله از بار Q1ه، فاصله از بار Q2 که میشه 24 منهای x میشه 18 سانتی متر. همه که اینو نمونهشو قطعا تو مدرسه داشتین و بلدین.
اوکی؟ اما حالا من میخوام برای این سواله یه راه دیگه بگم، بعد دوباره حلش کنیم، بعد از اینکه سوال رو حل کردیم با هم و قشنگ یاد گرفتیم راه سریعشو، بریم ببینیم تو کنکور ازش چه جوری تست اومده. برای اینکه بتونید این راه دوم رو متوجه بشید، من در ابتدا یه یادآوری میگم از پنجم دبستان. آقا توی ریاضیات پنجم دبستان یه سری مسئله داشتیم اینجوری میگفت: 12 تا سکه دارم، میخوام بین دو نفر به نسبت 2 به 1 تقسیم کنم. یعنی 12 تا سکه رو یه جوری تقسیم کنم بینشون یه نفر سهمش 2 برابر اون یکی باشه. به این آدمه 8 تا سکه میرسید، به اون یکی 4 تا. چجوری این دوتا عدد به دست میومد؟ اول میگم 2 به اضافه 1 3، 12 تقسیم بر 3 4، این 4 میشه 1 سهم، یه سهمش میشه 4 تا، 2 ضرب در 4 میشه 8. مثال دیگه، مثلا 36 به نسبت 1 به 3 میخوام تقسیم کنم، ببینم به هر کس چقدر میرسه. 3 به اضافه 1 4، 36 به 4 9، یکیش 9 تا، یه سهمش 3 9 تا 27 تا. لزومی هم نداره حتما یکی از اعدادتون 1 باشه. مثلا 40 به نسبت 2 به 3 میخوام تقسیم کنم، میگم 3 به اضافه 2 5، 40 تقسیم بر 5 8. فقط آقا این 8 یه سهمه، 2 تا سهمش 2 8 میشه 16 تا، 3 8 میشه 24 تا. همه اینا که دیگه یادتون هست از ریاضی دیگه. آره؟ اوکی؟ اما حالا برگردیم به سوال خودمون و دوباره میخوایم اونو حل کنیم. خب این سوالی که داشتیم، این سوال ما، خب من اول اینا رو پاک کنم. قشنگ دقت کن به چیزی که میگم، خوب حواستو جمع کن. میگم آقا اول توی سوالی که به من داده 2 تا بار نسبتشو مینویسم. بچه نسبت 2 تا بار 1 به 9، نسبت بارامون یکیش 1 بود، یکی 9 میشه 1 به 9. اول از نسبت بینشون 1 بار جذر میگیرم، میشه 1 به 3. پس آقا نسبت 2 تا بار رو نوشتم، از نسبت جذر گرفتم شده 1 به 3. فاصله بینشون که 24ه به نسبت 1 به 3 تقسیم میکنم، 24 به نسبت 1 به 3. بگید ببینم تقسیم برای چند میکنی؟ 3 به اضافه 1 4، 24 به 4 میشه 6، یکیش میشه 6 تا، 3 تاش میشه 18 تا. تمام. این فاصله از Q1ه، اینم فاصله از Q2، همین دوتا عددی که پایین به دست اومده بود. پس دوباره نسبت 2 تا بار رو نوشتم، 1 به 9، از نسبت بین 2 تا بار جذر گرفتم، جذر شد 1 به 3، فاصله که 24ه به نسبت 1 به 3 تقسیم کردم، 24 تقسیم بر 4، 6، یکی 6 تا، 3 تا 16 تا. آقا لطفاً کسی دست به قلم و کاغذ نبره، فقط گوش کنید، میخوام یاد بگیرید. الان این شکلی که میکشم بگید چی میشه؟ 1 میکروکولون، 25 میکروکولون، فاصله بینشون 120 سانتی متر. خب
خب با هم دیگه مرحله یک، نسبت دوتا بار 1 به 25 ازش جذر. مرحله دو 1 به 5 فاصله بینشون که 120 به نسبت 1 به 5 تقسیم میکنیم. 5 به اضافه 1 6، 120 تقسیم بر 6 20، یکیش میشه 20 تا، 5 20 تا 100 تا. فاصله از Q1 فاصله از Q2. همه گرفتین؟ خب یکی این پرسه اگه نشد جذب بگیریم باید چیکار کنیم؟ میگم اگه نشد جذب بگیریم چیکار کنیم. فقط یه چیزی به بچه ها دقت کنید، بچه ها سوال عددی رو میفهمن، حل میکنن، همین که میشه پارامتری سرگیجه افغانی میگیره. آقا پارامتری هم باشه فرق نمیکنه. مثلا فرض کنید اینجوری بده بهمون، یه دونه کیو بده، یه دونه 49 کیو بده، فاصله بینشون آر باشه. خب دوباره این قبلی ها 1 به 49 جذرش میشه 1 به 7، فاصله آر به نسبت 1 به 7، 7 به اضافه 1 8، یکیش آر هشتم، اینم 7 آر هشتم. این فاصله از Q1، این فاصله از حالا Q2 که بار بزرگ است. همه فهمیدن؟ اوکی بدیم ببینم. خب اوکی. خب خوشم میاد از اینایی که میپرسن، سوال میپرسن ها. یکی میگه آقا اگه جذر نداشت چی کار کنیم، یکی دیگه میگه اگه کسری شد چی کار کنیم. از نظر من، حالا ساعت قبلی هم بچه‌ای که بودن گفتم، الان دوباره میگم، دانش آموز خوب دانش آموز قرقروه، به خاطر اینکه الان توی فضای مجازی DVD تلویزیون اینا متاسفانه یه سری معلم نما باب شدن، یه نکته میگن، با اون نکته فقط همون تست حل میشه. وقتی میری تست کنکور رو حل میکنی نمیتونی سوال حل کنی باش. و این کسی که میپرسه آقا اگه جز نداشت چی کار کنم، این از اونایی که قبلا این بلا سرش اومده. حل میکنم مثالی که اگه جز نداشت باید چی کار بکنیم. فقط الان من میخوام برم با هم، با کمک هم دیگه، یه تست کنکور مال اینو حل بکنیم. نیتمون رو یادتون نره. سوال این بود آیا تست های کنکور از کتاب درسی هست یا نیست؟ ما اینو دیدیم توی کتاب درسی، نمونه شو داشتیم. حالا میخوایم ببینیم توی کنکور وقتی از این نکته میخواد سوال بده به چه شکلی تست مطرح میکنه. برید سراغ جزوه تست، تست شماره 4 رو نگاه کنید. تست شماره 4 سراسری تجربی 94. خب خب بریم ببینیم سوال چی میگه. میگه که
یه بار Q1 و یه بار Q2 مساوی 4Q1 در فاصله R از هم واقع شدن و میدان در فاصله D1 از بار Q1 صفر. تا همینجا استوب بدیم تا همینجا. آقا این باره Q1، اینم 4Q1، این فاصله R. خب نسبت بارا آقا نسبتشون 1:4 جذر 1:2، نسبت 1:4 جذرش 1:2. عدد فاصله که R باشه به نسبت 1:2 تقسیم 2 به اضافه 1 3، یکیش R سوم، دوتاش 2R سوم. فقط حواستون باشه توی قسمت اول در فاصله D1 از بار Q1 گفته، یعنی باید عدد کوچیکه رو در نظر بگیرم. عدد کوچیکه R سوم توی حالت اول، پس توی حالت اول D1 من میشه R سوم. اما توی حالت دوم فاصله دوبار رو میگه دو برابر میکنیم، یعنی دوباره همون Q1 و 4Q1 رو دارم، فقط فاصله بینشون شده دوار. آقا نسبت بارا که عوض نشده، همون 1:4، جذرش هم که عوض نشده، همون 1:2. فقط باید این دفعه دو آر رو به نسبت 1:2 تقسیم کنم. 2 به اضافه 1 3، یکیش میشه 2R3، دوتاش میشه 4R3. فقط حواست باشه توی حالت دوم در فاصله D2 از بار Q2 میگه صفره، یعنی فاصله از بار بزرگتر رو باید بگیرم. یعنی این دفعه D2 من میشه 4R3مون و در نهایت خواسته مسئله D2 به D1 4R3 به R3 میشه 4، گزینه 4. خب اما نتیجه اخلاقی، خوب حالا حواستو جمع کن به چیزی که میگم. من پرسیدم آیا تست های کنکور از کتاب درسی هست؟ وقتی از طراح کنکور اینو بپرسی میگه بله بفرما بیا، این تو کتاب درسی محل صفر شدن میدان برایند بود. اما نمیگه چی کارش میکنه. ببین میاد میکنتش دو حالت، مجبوری دوبار بنویسی، بعد تازه ته سوالم نهایت اذیتشو میکنه. تو حالت اول میگه فاصله D1 از Q1، تو حالت دوم میگه فاصله D2 از Q2. کجای کتاب درسی یاد داده بود این سوال رو توی 73 ثانیه حل کنید؟ یعنی اگر کسی خدای نکرده میرفت مینوش ET مساوی با 0، E1 مساوی با E2، KQ1 به R1 2، KQ2 به R2 2، بله سوال حل میشد، ولی به جای 73 ثانیه تو 730 ثانیه حل میشد. یعنی تا تو میخواستین یه دونه سوال رو حل کنی وقت کنکور تموم شده بود، نتیجه ها رو اعلام کردن، دارن ثبت نام میکنن. پس نتیجه این شد بچه ها، سوالات کنکور از کتاب درسی هست اما با یک رویکرد متفاوت. یعنی تو باید به مفاهیم کتاب درسی کامل همه مثالاشو مسلط باشی با اون شکلی که طراح ازت میخواد. تازه این سواله مال کنکور 94، همینو دوبل سختش کرده تو کنکور 98، اونم حل میکنم براتون. پس آقا جواب سوال این شد، تست های کنکور از کتاب درسی هست اما با رویکرد متفاوتی. طراح از تو این شکلی اینو میخواد، میخواد این سوال رو تو 73 ثانیه حل کنی. همه گرفتین منظور چیه؟ خب اوکی بدیم ببینم،
اوکی بدیم ببینم اگه فهمیدین. خیلی خب اما اون وسط یه نفر یه سوالی پرسید، جواب سوال اینم بدیم. خب یه نفر پرسید آقا عددهایی که مثال میزنی همه رونده، اگه روند نباشه با چیکار کنم؟ من یه عدد مینویسم، ببینید اگه این عدد مطابق میلتون هست، یعنی از نظرتون غیر رونده، اینو براتون حل کنم. مثلا یه بار رو به همون بده، هفت میکروکولون. یه بار دیگر رو بده، 13 میکروکولون. فاصله بینش هم بده 23 سانتی متر. اگه فکر میکنید این خوبه غیر رونده بگید اوکی بدید تو کامنت ها ببینم، اگه فکر میکنید به اندازه کافی غیر رونده. یکی از خیلی باحال نشه استاد، این روش تستیه که دارید میگید، عاشقتم. یعنی کار برای یو 83-81. خب میخوام حالا اینو حل کنیم، میگن آقا اوکیه. دقت کنید بچه ها، دقت کنید. اولا همچی عددی نه تا حالا تو کنکور دادن و نه خواهند داد. دوما نه همچی عددی تا حالا تو کنکور دادن و نه خواهند داد. سوما نه همچی عددی تا حالا تو کنکور دادن و نه خواهند داد. چهارم من ما شانس نداریم که، همین امسال میدن. دیدید که توی این آزمونای چه میدونم قلمچی، گزینه دو، گاج، اینا هر سوالیو که نمیخونی فردا که میری تو آزمون سوال اول با لبخند نشسته بای بای میکنه، سلام من همون دیشبی هم که نخوندی، همونم دیشب بود گفتی این نکته که نمیاد خیلی خفره، من همونم دقیقا. نگاه کنید بچه ها هیچ فرقی نمیکنه، نسبت دوتا بار رو مینویسم، 7 به 13 از نسبت جذر میگیرم، رادیکال 7 به رادیکال 13، فاصله بینشون که 23 بوده به نسبت رادیکال 7 به رادیکال 13 باید تقسیمش کنم. چی کار میکردیم تا الان؟ این دوتا عدد رو جمع میکردیم دیگه، یعنی میگفتیم 23 به روی رادیکال 7 به اضافه رادیکال 13، فقط این میشه یک سهمش، درسته؟ این چند تا سهمشو میخواد؟ رادیکال 7 تاشو میخواد، پس میشه رادیکال 7 ضرب در 23 به رادیکال 7 به اضافه رادیکال 13، اینم رادیکال 13 تا ضرب در 23 به رادیکال 7 به اضافه رادیکال 13. ولی همچه عددی ندادن و نه خواهند داد. خیلی خوب، این از این نکته. اما قبل از اینکه بریم سال 98 اینو حل کنیم، سال کنکور 98ش ناهمنام هم واردش کرده، یه دونه اول ناهمنام حل کنیم، از همون راه مدرسه‌ای که بلدید حل کنید تا بعد راه سریع‌ترش رو بگم من، بعد بریم سراغ سال کنکور 98ش. خب اینا الان محل صفر شدن رو تعیین کنیم ببینم. Q1 -4 میکروکولون، Q2 -25 میکروکولون، فاصله بینشون هم 60. از همون E1 مساوی E2 برید، فقط این دفعه باید خارجشون قرار بگیره نقطه.
خب آقا این دفعه ای نقطه ای که باید در نظر بگیرم میفته بیرونشون نزدیک به بار کوچیکتر، اسم این فاصله x، این میشه 60 به اضافه x، ای تی میشه 0، ای 1 مساوی ای 2، کاکیو 1 به آر 1 2، کاکیو 2 به آر 2 2، کا با کا ساده، کیو 1 4 به روی ایکس 2، کیو 2 25 به 60 به اضافه ایکس به توان 2، از دو طرف جذر، 2 به ایکس، 5 به 60 به اضافه ایکس، طرف این وسطین، 5 ایکس میشه 60 به اضافه ایکس، ببخشید 5 ایکس میشه 120 به اضافه 2x، 3x میشه 120، x میشه 40. این فاصله از Q1ه، از Q2 هم میشه 60 به اضافه x میشه 100. این که همون راهه؟ بله، مدرسه ایش بود. اما برای راه سریعش دوباره این قبلی ها نسبت دوتا بار رو می نویسم، 4 به 25، از نسبت بینشون جذر می گیرم، 2 به 5، فاصله بینشون که 60 به نسبت 2 به 5 تقسیم می کنم. فقط وقتی بارهای من ناهم نامن از تناسب معکوس باید استفاده کنم. یعنی چی تناسب معکوس؟ یعنی تا الان میگفتم 5 به اضافه 2، وقتی ناهم نامن میگم 5 منهای 2، 5 منهای 2 میشه 3، 60 تقسیم بر 3 میشه 20، این 20 میشه یه دونه سهمش، این دو تا سهم میخواد، 2 ضرب در 20 40، این 5 ضرب در 20 100. دوباره این فاصله از Q1، این فاصله از Q2. اگه همه حال کردیم با این راهی که گفتم یا اوکی بدیم ببینم. مرسی مرسی، ممنون. خب دوباره آقا کسی قلم پلم بر نداره، الان بگید ببینم اگه اینجوری باشه چی میشه. مثلا منفیه 9 میکروکولون 49 میکروکولون، فاصله بینشون 40. خب آقا اول جذر نسبت 9 به 49، جذر بگیرم میشه 3 به 7، فاصله که 40 به نسبت 3 به 7، فقط تناسب معکوسه چون دوبار ناهم نامن، 7 منهای 3 4، 40 به 4 میشه 10، فقط این میشه یه دونه سهمش، سه تا سهمش 3 ده تا 30 تا، 7 ده تا 70 تا. این فاصله از Q1، این فاصله از Q2. حالا آفرین. خب قبل از اینکه بریم سراغ سوال کنکور 98 این، من میخوام بچه ها یه مطلب مهمی رو براتون بگم. ببینید
این بچهای کرونا زده امسال که هنوز کنکورشون برگزار نشده، کنکورشون آخر مرداده، 30 و 31 مرداد. من میخوام یه کتاب بهتون معرفی کنم که حداقل نصف سوالای کنکور امسال عیناً ازش میاد. عیناً ها، یعنی بعد کنکور میرید نگاه میکنید. و نکته دوم اینه که این کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم یه کتاب مفتیه، رایگانه. پس من الان میخوام یه چیز خیلی مهمی بهتون بگم، یه کتاب میخوام بگم که تستای کنکور ازش، از اون کتابه و این کتابه کتاب رایگانه. خوب دقت کنید. ببینید بچه ها، یک کتاب کمک آموزشی توسط مؤلفین کتاب درسی که خیلی هاشون هم حالا با طراحای کنکور یا یکی هن یا در ارتباط مستقیما نوشته میشه به اسم کتاب راهنمای معلم. این کتاب راهنمای معلم ساختارش به این شکله. مثلا برای فیزیک 11مش صفحه 57 کتاب درسی آورده، جواب همه سوالا و تمرینا و پرسشای داخل صفحه 57 رو نوشته. یعنی هر سوالی که تو کتاب درسیتون چه می‌دونم آزمایش کنید، فعالیت کنید، در گروه خود بحث کنید، بیاندیشید، اینو آورده اینجا. بعد بعضی از صفحه ها یه صفحه 57 دیگه هم اضافه کرده داخل این، از این مسئله و تمرین و تست اضافی داره. این همون سوالایی که عیناً تو کنکور مطرح میشه. پس این کتاب رو مؤلفای کتاب درسی که یا خودشون طراح کنکورن یا در ارتباط با طراح کنکورن نوشتن. خب از کجا میتونم این کتاب، اول بچه بگم این کتاب رو چرا نوشتن. نیت نوشته شدن این کتاب اینه که اون دانش آموزانی که به هر دلیلی، به دلیل شرایط اقتصادی، قدرت خرید کتاب کمک آموزشی، استفاده از کلاس، گرفتن معلم یا خدمات پولی رو ندارن، بتونن یک منبع آموزشی رایگان داشته باشن که بتونن نتیجه تو کنکورشون بگیرن. خب این کتاب رایگان از کجا میتونم تهیه کنم؟ تشریف میبرید به این سایت. این سایت خود آموزش پرورشه، talif.sch.ir. داخل این سایت تمام فایلای راهنمای معلم همه درس ها هست. اما اگه اونجا چون سایت شلوغیه نتونستید درست پیداش کنید، به کانال شخصی خود من مراجعه کنید. این آدرسش physics channel 1، یه آندرلاین داره، چنل آخرش هم 1. پس این آندرلاینه، این چنل آخرش 1 داره. داخل کانال شخصی من فایلای فیزیکش هم به همراه یه سری ویدیوهای آموزشی و مطالب و خوندنی های کنکور قرار گرفته. اوکی. خب اما بریم سوال کنکور 98 این ببینیم چجوری بوده، ببینیم طراح کنکور از این نکته چجوری تو کنکور 98 سوال داده. کنکور 98 این 98 ریاضیه بچه ها. تست های کنکور 98 ریاضیه خارج از کشوره. میایم تست 181. دقت کنید تا با هم ببینیم چجوری باید حلش کرد.
خب میبینید که آقا ترکیبش کرده با مختصات ریاضی و میگه سه تا ذره Q1 Q2 توی صفحه XY هن، مختصات Y و X3 چه میدونم Y2 X2 منفی 8 و 12 و فلان. اگه واقعا این سوال رو بخواید حل بکنید 73 ثانیه که هیچی، 730 ثانیه هم نمیتونید حلش کنید. یعنی خود من الان تو کتابایی که تعلیف کردم، کتاب دور دنیای گاش، کتاب خط ویژه گاش، کتاب فارازون و بقیه کتابایی که تعلیف کردم، برای همین سواله حداقل یه انقدر یه 3/4 صفحه مجبور شدیم حل بنویسیم. اما خوب حالا به این چیزی که میگم دقت کن. سوال داره به من میگه آقا این سه تا بار برایند نیروهای وارد بر هر سه تاشون صفره. من میدونم اگه قرار برایند نیروها صفر باشد، باید در اون نقطه برایند میدانها هم صفر باشد. دوباره اگه برایند نیروهای وارد بر یک بار صفره، یعنی تو اون نقطه میدان برایند هم صفره. من اول Q1 و Q2 رو میکشم، این Q1 مثبت 12، این Q2 مثبت 3. میخوام ببینم الان بار Q3 رو کجا باید بذارم که برآینده نیروها بشه صفر. آقا الان Q1 و Q2 با هم همنامن، نقطه‌ای که میدانشون صفر میشه میشه بینشون نزدیک به بار کوچیکتر. یعنی مثلا اینجاست که برآینده میدان 1 و 2 صفره، من Q3 رو باید بذارم اینجا که نیروی وارد برای صفر باشه. پس ببین Q1 و Q2 همنامن، نقطه‌ای که میدان برایند صفر میشه میفته بینشون، من Q3 رو باید بذارم اینجا تا برایند نیروهای وارد بر این صفر باشه. تا اینجا همه حلید؟ اوکی؟ خب حالا میام بار Q1 رو میارمش بیرون، میگم آقا این Q2 مثبت 3، اینم Q3 که نمیدونم چنده، توی این نقطه باید برآینده میدان 2 و 3 بشه صفر که بار Q1 تعادل داشته باشه. پس توی این نقطه برآینده میدان بار 2 و 3 باید بشه صفر که بار Q1 هم در حالت تعادل باشه. از این سه تا نتیجه به دست میاد. نتیجه 1، الان نقطه ای که برآینده 2 و 3 شده صفر، خارج از فاصله دوباره. این معنیش اینه که Q2 و Q3 با هم ناهمنام بودن. نقطه محل بار Q1 بیرون از دو بار افتاده، پس Q2 و Q3 ناهمنامن. علامت Q2 مثبته، پس Q3 علامتش باید بشه منفی. فعلا گزینه 1 و گزینه 2 حذف شدن. پس آقا چون نقطه بیرونشون افتاده، بار Q2 و Q3 ناهمنامن. چون بار Q2 و Q3 ناهمنامن و Q2 مثبته، Q3 میشه منفی، پس گزینه 1 و 2 حذف میشن. جمله شماره 2، الان این نقطه‌ای که برآینده اینا صفر شده به بار Q3 بچه ها نزدیک تره، به این نقطه به Q3 نزدیک تره تا Q2. خب قرار ما چی بود؟
قرار این بود نقطه صفر شدن میدان برایند به بار کوچکتر نزدیکتر باشه. یعنی الان از این میفهمم نتیجه دو، اندازه کیو سه از اندازه کیو دو کوچکتر بوده. اوکی؟ و مرحله آخر، اندازه کیو دو رو به من داده سه، من کیو سه رو باید گزینه رو انتخاب کنم که اندازش از سه کمتر باشه. بین 4 سوم و 16 سوم، 16 سوم میشه 5 خورده ای، از 3 کوچیکتر نیست. پس پاسخ صحیح این تست گزینه شماره 3. همه گرفتین چی شد؟ اگه حال کردین با این حلی که گفتم یه اوکی محکم بدید، یه اوکی محکم مفصل. مرسی، ممنون. بله، متشکر. خب اما یه توضیح کوچیک راجع به برنامه کلاس من بدم بچه ها خدمتتون. دقت کنید بچه ها، ما همه فصل‌های فیزیک رو اینجا با هم بررسی میکنیم، جزوه در اختیارتون قرار میگیره، کلاس به همین شکل پرسش و پاسخ، یعنی با ارتباطی که داریم برقرار میکنیم با هم دیگه برگزار میشه. فصل‌های اول فیزیک دوازدهم دو فصل سخت فیزیک حرکت و دینامیک هستن. ما برای اینکه بتونیم به شما کمک کنیم که کامل این فصل‌ها رو یاد بگیرید، ناچاریم برگردیم یک تیکه‌های کوچیکی رو که از جاهای مختلف کتاب‌های درسیتون باید بلد باشید رو دوره کنیم. اونم بردارها و اندازه‌گیریه. من اسم اینو میذارم فصل صفر. بردارها یعنی همون چیزایی که بر حسب آی و جی داشتیم، منتها چون داریم درس رو میدیم در کنارش فصل یک دهم که اندازه گیری هم هست تدریس میشه خدمتتون. پس ما فصل صفر رو در جلسه بعدی شروع میکنیم، یاد میگیریم، بعد از اون میریم سراغ فصل حرکت و ادامه مباحث. میدونم امسال همتون فیزیک 11متون رو یه فصلهایش رو درست یاد نگرفتید و نگرانش هستید، علل خصوص فصل آخر یا ریاضی یا دو فصل آخر یا فصل مدارها. نگران اونام نباشید، برای اونام برنامه ویژه‌ای داریم با انرژی بالا، با قدرت کامل همه رو در کنار هم یاد میگیریم. اگه از کلاس امروز راضی بودید یه نمره از 1 تا 100 بدید اینجا ببینیم. از 1 تا 100 از 1 تا 100 مرسی، ممنون. مرسی ازت، 101 میگه، ممنونم ازتون. ممنون ممنون ممنون، مرسی 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 از این انرژی مثبتی که دارید. این کمک میکنه به منم که کامل با انرژی کامل در خدمتتون باشم. خب جلسه بعدی میبینمتون، تا اون موقع سعی کنید سر حال و با انرژی باشید. فصل یک دهم رو یک نگاهی بندازید، جزوه در اختیارتون قرار میگیره، در کنار هم سال تحصیلی بسیار خوبی رو خواهیم داشت و برای صد فیزیک حرکت میکنیم. میبینمتون، فعلا خداحافظ.